سلام، زهرا میرزازاده هستم. امروز میخوام در مورد مسئولیت پذیری باهاتون صحبت بکنم. اینکه همه ما ناگزیر یه سری اتفاقاتی رو توی گذشتمون تجربه کردیم که این اتفاقات خیلی وقتا برامون دردناک بوده، همونجوری که خیلی وقتا هم خوشایند بوده. اما به مرور زمان وقتی که انسان توی برهه از زندگیش دچار احساس درد و رنج میشه، بیشتر اون قسمت‌های منفی هستن که انگار دارن تأثیر میذارن روی زندگی الان. ما اصطلاحاً میگیم که یک سری الگوهای تکرار شونده‌ای توی زندگی فرد همینجور وجود دارن و هی تداوم پیدا کردن تا اینکه الان رسیده به این نقطه‌ای که حالا یه چیزی داره اذیتش میکنه، یه رنجی هست، احساس میکنه یه چیزی سر جاش نیست، یه چیزی درست نیست. وقتی که میخوایم مشکل رو حل کنیم، این که محیط اطرافمون رو بشناسیم، نسبت به شرایطی که داریم آگاهی داشته باشیم، خب خیلی خوبه. شاید قدم اول هم واقعا همین باشه. اما چیزی که میتونه عامل تغییر باشه، در حقیقت همون مسئولیت پذیری یا اراده است. وقتی که شما یه مشکلی رو میان مطرح میکنید، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که کجای این مسئله داره تو رو اذیت میکنه و تو برای اینکه مسئله حل بشه چه کاری میتونی انجام بدی و چه کاری میخوای انجام بدی. قسمت تونستن مربوط به شناخت محدودیت هاست، اما قسمت خواستن مربوط به اراده شماست، اینکه چقدر مسئولیت کار خودم رو میپذیرم. بله، اتفاقاتی برای من افتاده، رنج هایی به من وارد شده و باعث شده که توی خیلی از روابطم، توی خیلی از موقعیت‌های کاریم آسیب ببینم، شکست بخورم، ضربه بخورم و خیلی احساس بدی به خودم پیدا بکنم. خیلی وقتا حتی یک اتفاق انقدر بد و عجیب غریبه که مثل یک طوفان تمام زندگی رو در بر میگیره و عملکردهای ما رو کاملا دچار نقص میکنه. اما توی همین شرایط هم یک روانشناس به شما کمک میکنه بفهمید که خودتون چه قسمتی از این قضیه رو میتونید درست کنید و نقش شما کجای این ماجراست. چون اگر شما قبول کنید که خودتون نقشی ندارید یا نقشی که دارید خیلی کمه و تأثیرش اونقدر زیاد نیست، باعث میشه که خب انگیزه‌ای هم برای تغییر نباشه، چون اصلا به راه حلی فکر نمیکنید، فقط به این فکر میکنید که خب این اتفاق افتاده، منو دچار غم و رنج کرده و من دیگه نمیتونم ادامه بدم. اما این ادامه دادن ممکنه در صورتی که نگاه من نگاه به درون باشه، نگاه من نگاه به خودم باشه. وقتی اینجوری باشه، درسته که یه سری محدودیت ها باعث میشن که اون 100% که میخوایم اتفاق نیفته، اما حتی اگه نقش خودمون خیلی کم باشه، 10% هم باشه، وقتی اونو انجام میدیم و بقیهش رو میپذیریم، اون پذیرش در ما اتفاق میفته، دیگه احساس بدی نداریم. یه مثالی که خیلی برای خود من جالبه، همیشه توی روابط آدم ها خیلی بهش دقت میکنم و باهاش برخورد کردم، مسئله احساس شرمندگی و احساس اینکه ما توی یک جامعه یا توی یک رابطه پذیرفته نیستیم یا به اندازه کافی نتیجه نمیگیریم، خیلی خیلی وجود داره. حالا من چی کار میتونم بکنم؟ این سوالیه که همه ما باید برای خودمون تکرار بکنیم که اوکی، شرایط اینه، تا الان هم اینجور واکنش نشون دادم، از الان به بعد میخوام چی کار بکنم؟ از الان برای ترمیم زخمام چه کاری میخوام انجام بدم؟ پس درسته که در بچگی در محیط‌های مختلف خیلی آسیب دیدم و خیلی زمین خوردم، حالا برای اینکه بلند شم باید چه کاری انجام بدم؟ باید خودم ببخشم؟ باید محیط رو بپذیرم؟ یا باید تغییر جدی ایجاد کنم؟ این چیزیه که باید بهش فکر کنم.